سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور این بار هم برنامه را اختصاص دادیم به قسمت دیگری از صحبت هایی که انتصاب داده شده به پاپ فرانسیس در قسمت قبلی که خدمتون عرض شد صحبت هایی را از ایشون بحث کردیم روش و اونجا هم اشاره کردیم و اینجا هم دوباره تکرار میکنیم که این مسئله در رسانه ها پخش شده مدتی است پخش میشه و یک نوع طرز تفکری در جامعه کاتولیک نشان میده حالا آیا تایید شده یا تایید نشده توسط پوپ و یا دفتر ایشون اون مسئله دیگری است ولی هدف ما بیشتر خود صحبت ها هست در این مورد هم تشکر میکنیم که آقای بازرگان ما رو همراهی میکنن همون گونه که دفعه پیش بحث رو ادامه دادیم اجازه بدید من در مورد مطلب دیگری که ایشون اشاره کرده به به اون در صحبت هاشون من میخونم اینجا پاپ در آخرین خطاب خود تایید کرده ما با تفکر با تفکر و دعا فهم جدیدی از برخی عقاید به دست آوردیم کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد زیرا اعتقاد به این موضوع عشق الهی را زیر سؤال میبرد همچنین خداوند قاضی نیست بلکه دوستدار بشریت است خب در این ارتباط سوالاتی مطرح میشه که خب اه آیا اه ای حالا من سوالات بعدا که مثلا در مورد این خداوند آیا قصد محکومیت کسی را دارد آیا جهنم تنها کنایه از روح تنهاست در این ارتباط سوالات متنوعی مطرح شده فکر کردیم با این مقدمه ابتدایی آقای بازرگان شروع کنند از ایشون تشکر میکنیم که باز ما رو همراهی میکنه خیلی متشکرم به نام خداوند جان آفرین با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی به نظر بند باد اول چون راجب جهنم و این حرفا گفتن اصولا باید این مسئله رو فهم کرد که مسئله جهنم و بهشت اینا وابسته به یک مسائل زبانی اصولا زبان و ادبیات هر قوم توسط توده های مردم شکل گرفته زمان اختراع شده برای هوایج روزانه تو هر کشوری بر حسب اینکه چه معیشتی داشتن شکل زبان متفاوت شده مردم انگلیس بر حال از طریق تجارت زندگی میکردن دریانوردی نوردی واژه که در مسائل بیزنس و تجارت یا مناسبات انسان ها با همدیگه که تاجر اصولا باید رایت بکنه خیلی غنیتر از زبان های دیگه است یا عربا که تو صحرا زندگی میکردن با شطور با راه های متعددی که باید میرفتن یا نگاهی که با آسمان داشتن یعنی اصولا زبان برای معانی بالاتر ظرف مناسبی نیست یعنی تجربه نشده واژه اخترا نشده فرض کنید درباره مسائل مربوط به نجوم آسمان ها از قدیم اشکال فلکی که بود تشبیه میکردن ستاره ها رو با هم تو خیال خودشون وصل میکردن سال خرسه سال اسد شیره سال سرطان خرچنگ مثلا چون باجه وجود نداره برای تعریف اون چی که دور از زندگی ماست اختراع نشده تو زبان یا حتی به صلاح دستاوردهای علم نجوم در دوره ما تشخیص سوپرنوا یا مثلا این ستاره های سنگین سنگین تر از ستاره نوترونی که به بلک هول معروف شده حفر سیاه میگن چیزی به نام حفر سیاه وجود نداره ولی چون نورم نمیتونه از جاذبش فرار کنه ما هیچ وقت نمی بینیم اونا رو به عنوان حفرسی ها گذاشتن واجه ای نداره نیست چیزی که بخوان براش اسم بذارن یا خورشید ها که وقتی منفجر میشن هستش رو کتول سفید میگن یا اون به سوپر نوا اون قسمتی که پف میکنه و هزاران برابر حجم خورشید میگن مثلا فرض کن قول سرخ ولی قولی نیست تو آسمان اینا مثال من عرض میکنم که اصولا از سطح روابط نان و آب وقتی که تجاوز میکنه بحث زبان ها دیگه مرکب خوبی نیستن ظرف خوبی برای انتقال معانی غیر متداول و متعارف نیستن حالا مسائل مربوط به آینده بهش جهنم اینا طبیعتاً چون اتفاق نیفتاده ما هیچ تجربه ای ازش نداریم کتاب های دینی حالا چه تورات انجیل باشه چه قرآن به زبان متافور معمولا درباره این موضوعات صحبت میکنن به زبان تشبیه به زبان تمثیل خب تو همه های دینی است اصلا نمیشه به زبان دیگهی سخن گفت درست مثل اینکه ما فرض کنیم یک جنینی که در رحم مادر هست بخواد سوال بکنه از مادرش که خب من حالا اگر چند روز دیگه متولد شدم یه تعریفی اجمالی از دنیای بیرون بکن که من یه آمادگی داشته باشم که حالا متولد میشم چه خبره یه مادر چگونه میتونه اون دنیای بیرون رو برای نوزادی که هیچ تجربه ای نداره براش تعریف بکنه جز اینکه تمثیل با تشبیه اون چه که مثلا تو رحم میبینه اگر خونی جریان داره بگه بیرون دریاهایی هست رودخانه هست مثل این ولی این واقعا این همانیه خب نیست ولی یه مثاله بنابراین اون چه که مربوط به عوالم بعدی است که حالا اسمشو جهنم یا بهشت بگذاریم این به زبان تمثیل تشبیه در قرآن مرتب این مسئله رو بیان کرده اصلا در سوره آل امران هست میگه این کتاب یعنی قرآن دو بخش داره بخشیش محکمات این اصل کتابه یعنی سریحه آشکاره <تصفح> و اخر متشابهات بعضی قسمت هم به زبان تشبیه متافوره یعنی چاره ای نیست حتی به زبان امروز هم اگر قرار بود گفته بشه <تصفح> مسائلی که مربوط به دوران آینده است قابل در واقع درک و فهم نبود این که سخن از <تصفح> حالا مسئله جهنم مطرح کرده پاپ قرآن همینا رو میگه مثله میگه مثل الجنت التي بعد المتقون مثالی که پرهیزکاران وعده داده شدند مثل نهرهایی است که حالا برای عربیه چون آب همیشه ثابت بوده آب رنگش عوض میشده آبی که رنگش عوض نشه یا نهری از شیر نهری از اصل یعنی برای کسانی که دیدشون و دنیاشون در 1400 سال پیش همین چیزا بوده قاعدتا فراتر از اون رو نمیدیدن دیگه این که به این زبان در واقع گفته شده بخشی نگه نه اون چی که در قرآن اومده مثلا چیزی که ما عذاب تصور میکنیم عذاب و قرآن تعریف کرده میگه عذاب چیه یه داستانی رو مطرح میکنه میگه یه دی باغدار بودن همه هم مقام و فکر ذکرشون این بود که فصل میوه چیدن میرسه کسی جمع نشه فقیر و فقرا بدبخت و بیچارا که مجبور بشن که سهمی به اونا بدن یه قرار گذاشتن مثلا چهار و پنج صبح برن وقتی همه خوابن ولی وقتی میرن اونجا میبینن شب طوفانی اتفاقی افتاده درخت ها شکسته میبه ریخته میگه که همه به شدت ناراحت شدن دست رو دست دادن بای بدبخت شدیم بیچاره شدیم حالا اون موقع هم که کسی حقوق بگیر نبوده تمام تلاش در طول سال برای باغداری و خرج نمیدونم کود و کارگر و آبیاری همه از بین رفته در یه سال آینده میخوان چکار کنه میگه کزال کل عذاب عذاب همینه یعنی همینی که پاپ هم اشاره کرده میگه روح تنها حالا میگیم دست تنها دستی که خالیه تلاشش به نتیجه ای نرسیده میگه کذالکل عذاب بل عذاب الاخره اکبر لو کان یعلمون اگه علم داشتین عذاب آخرت هم همینه ولی بزرگتر به یه مقیاس جهانی ابدیت یعنی تو زحمت کشیدی یه سال تلاش کردی میبینی همه چی از دست رفت چه حالتی به دست میده میگه عذاب دیگه م. عذاب همینه رنجیده میشی ناراحت میشی بدبخت شدم چیکار کنه میگه آخرت هم همینه یه عمری داشتی تو کار مثبت نکردی خب نتیجهش وقتی میبینید همش فدا شد، فنا شد ناراحت میشه دیگه اصلا وجود ما یک سلسله نیازهاست تشنه میشیم اگه آب پیدا نکنیم خب عذاب میبینیم غذا پیدا نکنیم دل درد میگیریم عذاب گرسنگیه خوابمون میاد جایی برای استراحت نیست سرپناهی مسکنی نداریم عذاب میکشیم ما که فقط به آب و نون و مسکن وابسته تنها نیستیم یک سلسله نیازهای انسانی نیازهای معنوی داریم فرض کنید یک جوان امروزی تمام بس صبح تا شب با کامپیوترشون با لپتاپشون همش با اینا دارن کار میکنن چت میکنن حالا بره توی شهری کامپیوتر نباشه اینترنت نباشه عذاب نمیکشه یا عادت کردن همه به علم و دانش و تحقیق و کتابخونه توی شهری بره دانشگاه نیست مجبورش اونجا بره زندگی کنه چرا مردم از روستا ها که میان بر گردن به روستا تو روستا برگرده عذاب میکشه برای کتاب خونه نیست برای که سینما نیست برای که تفریه نیست پس نیازهای ما نیازهای لاتو ساس یه یعنی انسان بی نهایت طلبه هر کدوم اینا تأمین نشه رنج میبینه این سخن درستیه که پوپ هم میگه که عذاب و جهنم روح تنهاست ولی باید تفسیر کرد یعنی چی؟ یعنی در یک ابعاد جهان شمول با یک جهان بینی فراتر از نون آب و زندگی موقت دنیا وقتی که انسان بی طلب دستش بند باشه ببینه به جایی نمیکشه خب عذاب می بینه حالا این عذاب رو به چه زبانی میتونن به ما بگن در حالی که فرهنگ و زبان ها ادبیات 1400 سال پیش خب کشش انتقال این معانی رو نداره اون چی که تو قرآن هست میگه که نار الله المقدته التي تتل على الافعده عذاب آتش از دلت داره شعله میکشه تتل و طلوع میکنه زبانه میکشه از کجا از افعده از وجود انسان ها میگه آتشی که وقود و هنناس و سوختش خود انسانان پدید آورندش انسان ها هستن این با آتش خب دنیای ما فرق داره اصلا یا میگه جهنم آورده میشه جی به جهنم ما فکر کنیم یه جایی میرن میندازن آدم ها رو اونجا یه چیزی که مثل که عرضه میشه بر انسان میگه برزت الجهیم و للغاوین آشکار میشه براشون یا ازله فتل جنت و بهش نزدیک میشه مثل یه حالتی مثل اینکه بر آدم دیپرشن رو میاره یا خوشی رو میاره یعنی هر چی هست در درون انسانه ولی چارده قرنه پیش یا زمان انبیاء پیش چه درکی چه، با چه زبانی میشد این مسائل گفت ولی وقتی به این واژه‌ای که تو قرآن آمده همش میگه تمثیله هنوزم ما نمیتونیم بفهمیم برای اینکه ما اشراف به اون به ویژگی های روح و روان انسان نداریم قران قرآن مثال میزنه میگه که اونایی که مال یتیم رو میخورن میگه ان الذين ياكلون اموال الیتاما ظلما ظالمانه یتیمی که بی سر پرسته پدرش از دنیا رفته انقدر آدم بی که مال یتیم رو میخوره میگه انما یعکلون فی بطون هم نارن انما این این است جزی نیست صد درصد داره آتیش میخوره چه آتیش میخوره؟ مال یتیم رو خورده و آبم برش خورده ولی قرآن میگه آتش داره میخوره و سیسلون سعی این به زودی میشه در درونش یعنی میگه جالبه که میگه نما یعکلون فی بطونه هم معلوم یه چیزی ما میخوریم میره توش که میگه تو بطنش داره میبره آتشو پس این یه ای آتش درونیه آتش ذاتیه ذاتشو داره دوزخی میکنه اینو رو مال یتیم خوردن یه جور راجبه متولیان دین داره میگه اونهایی که علم و اطلاع دینی دارن باید به مردم حقایقو بگن ولی چون مردم نمیپسندن دوست دارن باشون رابیان پنهان میکنن نمیگن برای موقعیت خودشون برای مریداشون میگه یک یکتمون ما انزل الله من البیر اونا که کتمان میکنن نمیگن میگه اونها انما یکلون فی هم نارن آتش داره میخوره به خاطر اینکه سر پست و مقامش میمونه میگه اونچه که دنیا رو میخوان بهش به دست بیارن میگه روز قیامت لا یو کلمه خدا کوچکترین اعتنایی هم اینا به زبان البته قابل فهم از خدا که با آدم مکالمه نمیکنه لا یکلموه الله خدا باشون حرفی نمیزنه لا یزکی هم پاک هم نمیشن اینا عذاب علیم دارن عذابی است که خودش یعنی دین رو دکان دنیا ماشون. کرده برای ریاست طلبی برای قدرت طلبی برای سلطه کری برای سرکوب و حقایقی که میدونه آگاه خودش درس این چیزها رو خونده نمیگه برای اینکه تو دای مردم هوادارانش در واقع از این چپا چپاولاشون رو بتونن ادامه بدن قرآن داره این رو توضیح میده که اصلا آتش چیه عذاب چیه یکی این نکته یه نکته ایشون مسئله مطرح میکنه میگه که عذاب تعارض با عشق الهی داره ظاهرا هم خیلی این حرف شیرین به نظر میاد اگه عذاب بله یه خدای جلادی باشه که اونجا عذاب میکنه انتقام میکشه این با عشق خدا تعارض داره ولی با یه مثال ساده میشه این رو به نظر بنده فهم کرد معلم معمولا برای عشق به آموزش و تعلیم به مدرسه میان هیچ معلمی نمیخواد شاگردش رفوزه بشه هیچ مدرسه ای اصلا تأسیس نمیشه برای رفوزه کردن یعنی طبیعتا هر مدرسه ای شده برای قبول کردن برای رشد دادن ولی چرا مدرسه تجدید میکنه چرا رد میکنه آیا بدجنسی دارن؟ آیا جلاد هستن؟ یعنی درسته که معلم و مدرسه اصلا برای این کار اومدن که همه قبول بشن ولی معلم علاوه بر دلسوزی و مهر و محبت و عشق به شاگردانش حکمت هم داره منطقم ایجاب میکنه که کسی رو که بی سواده نذارن بره بالا پدر مردم رو در بیاره دکتری بشه مردم زیر دستش بمیرن مهندسی بشه ساختمان رو سرشون بیان پس علاوه بر عشق یک نوع شایستگی هم لازم داره خدا که بارها تو قرآن هم اومده شاید پنج و بار اومده نالله لا یزلم کو شایم ظلمی خدا نمیکنه کنه ولیکن ناسه انفسه یزلمون مردم به خودشون دارن ظلم میکنن این قوانین خداست که در جهان حاکم کرده خدا هیچ وقت نگفته من کسی رو عذاب میکنم میگه قوانینی جاریه تو دنیا این قوانین باید مواظب باشین دامن تو نگیره و خیلی به نظر من عجیب میاد که چرا توجه به زندگی معمولی خودمون نمی ما اگر غذای بدی بخوریم دل درد میگیریم خدا جلاده که ما رو به دل درد دچار کرده اگر رعایت بهداشت رو نکنیم قند خونمون بره بالا هزار جور بیماری های قنده میگیریم اگر شربی رو رایت نکنیم خب دوچار سکته قلبی سکته مغزی میشیم میمیریم کنار بیمارستان میفتیم عذاب داریم میکشیم این عذاب کی کرده چرا اینجا نمیگیم این خداست که پدر من در چرا من باید خودم یا عزیزانم یا کسان دیگه سکته بکنن رعایت نمی کنیم تصادف میکنیم میمیریم آدم زیر میکنیم یعنی دنیایی که ما شناختیم همش قانونه همش حساب و کتاب داره همه اونا خدا گذاشته اگه خدایی هست قبول داریم همینطور که تو این دنیا ما تجربه کردیم که عذاب وجود داره کوچکترین خلاف و خطایی بکنیم چوبش میخوریم همون خدای مهربان همین خدایی که میگه خدا همش عشق لاوه خدا یعنی چی خدا عذاب نداره چرا پس این دنیا رو نگاه نمیکنین خب اگه تو این دنیا حساب و کتاب هست این دوتا کنار همه چرا اگر جهان دیگه‌ای هم هست بگیم که نه عذابی نیست عذاب ما خودمون به دست خودمون همینطور که تو دنیا ایجاد میکنیم در یه نگاه فراتر هم اگر به ابدیتی معتقد باشیم اون ابدیت آگرندیسمان شده یه امروزه بازتاب دهنده زندگی امروز لاجرم اونم نمیتونه در واقع غیر از این باشه یه نکته دیگه هم که اشاره کردن میگن که خدا قاضی نیست خدا دوستدار بشریته درسته که خدا قاضی نیستش اونطوری که ما فکر کنیم یه خدایی نشسته پشت میز قضاوت ولی اونچه که تو قرآن مطرح شده میگه خدا اسرع حسابش به سرعته یعنی هر کاری که میکنی همون موقع تو وجودت آثارش داره پدید میاد حالا این جای بحث خیلی ها. زیاده که اصلا تا نفهمیم که بهش چیه جهنم چیه عذاب چیه و با قوانین جهان آشنا نشیم آدم همه اینا رو فکر میکنه یک کسی اون بالا نشسته و گرز رو بلند کرده و میخواد تو سر بندگانش میزنه خیلی به حالت ابسترکت آدم نگاه میکنه خیلی ممنون آقای در قسمت دیگری ایشون اشاره میکنه که یعنی مطلی که انتصاب به ایشون هست که تمام ادیان صحت دارند زیرا از قلب تمام افرادی سرچشمه گرفتن که به وجود خدا ایمان دارند خب حالا سوال اینجا مطرح میشه که حالا ببینیم آیا همه ادیان قابل تایید هستند چون با نیت خیر تشکیل شدن یک دوم اینکه که قرآن و اسلام در این مورد چی میگه در مورد ادیان گذشته شاید حالا من نمیدونم واقعا پوپ این حرف رو زده چون این ها. مقایرت داره هم با مثلا بخشهایی از انجیل و همین که اصطلاح دستگاه کلیسا مطلقا اینو قبول ندارن لاقل ارتودکس هاشون که میگن فقط تا عشق جیسس کرایست تو دلت نباشه تو آمرزیده نمیشی هرچه هست در واقع در این چارچوب آموزه های کلیسایی حالا پپ چنین مطلبی رو گفته باشن واقعا جای جالب توجهه ولی واقعیت اینه که به صرف اینکه همه این مردم که هرچی میپرستن چون از عمق قلبشون آمده پس همه درسته این اصلا با منطق جور در نمیاد بیشترین طول تاریخ سنگ و چوب و بت و درخت و حتی تو هند سه ازار تا مذهبه حتی اصافل اعضا و بعضی ها میپرستن به امانی که عامل زایش یا مثلا تولید نسل همه میدونین دیگه بالاخره در آیا هر کسی چون بالاخره با حسن نیت خودش قصدی هم نداشته هر جوری که پرستش بکنه گرچه واهی گرچه خود ساخته اشکالی نداره اینجا یه تعمل داره چطور میشه به صرف این که آدم با نیت خوب رفته جلو آدم میگه راه درست ادامه بده یه آیه تو قرآن بس پیامبر میگه پیامبر اسلام میگه بگو قل هاذه سبیلی راه من اینه اد او الا بصیرتن دعوت من رو بصیرته با چشما باز بشه انا و من تبعنی هم من و هر کی میخواد پیرو من باشه باید با بصیرت بیا جلو بصیرت یعنی دیگه شناخت دیگه یعنی آدم باید بفهمه اون چی که در باقی حالا گفتی نه نظر اسلامی چی رو مطرح میکنه اسلام سه شرط رو گفته که میگه چه یهودی هستی چه مسیحی هستی چه سابعین هستی چیزهای مال زکریا چه اصلا هر کسی میگه نلزین آمن اونا که به این مکتب ایمان و نلزین آمن و نلزین هادو یهودی ها و نصار ها مسیحی ها و اصولا من آمنه بالله یک هر کسی این سه اصل اگه قبول داشته باشه قبول داشته باشه که جهان آفریدگاری داره دو قبول داشته باشه که با مرگش همه چی تمام نمیشه هر کار دلت میخواد بکن که سرمون گذاشتیم زمین پوسیدیم دیگه یعنی به قول راسل نمیدونم یا سارت بود که میگه اگه قیامت رو بردارید همه چی مجاز میشه چون وقتی ما مردیم تمام شد دیگه بزنین دنیا رو خوش بگذرونین بقیه‌اش هم که دیگه همه چی از بین رفته دیگه میگه نه آینده رو محصول امروزش بدونه سبومی که کار مثبت بکنه عمل از ساله یعنی یه اصلاح یه کار اصلاحی بکن جهل مردم رو درست بکن بعض مالیشون بده یه سنگی را جلو پای کسی بردار در واقع یک خدا دو آخرت سه عمل ساله میگه لا خوف و نلایه هم هستن از هیچ چی دیگه نترسه هیچ قصه هم نخوره یعنی بهشتیه یعنی اون که تو قرآن گفته چندین بارم تکرار شده میگه با هر دین و آینی میخوای باش اگه تو این سه کار رو بتونی درست انجام بدی دیگه قصه ای نداری اون که در واقع تو قرآن آمده میگه که یه آین تو جهان هستش میگه ان الدین عند الله الاسلام اسلام نه به معنای شریعت خاص اسلام باب افعال تسلیمه خود را تسلیم نظامات جهان و آفریدگار جهان کردن یعنی از منیت از خود بزرگ بینی استکبار من برترم تمایزات نژادی نس... و نمیدونم حزبی و گروهی و... تو اگه تمکین بکنی به نظامات جهان میگه دین خدا همینه در قرآن هم حواریون میگه اینا مسلمان بودن هنوز اسلام نیامده بود هم اون هفتاد نفری که با موسا بودن پیامبران هم میگه مسلمان بودن اصلا میگه این دین اسلام دین پدرتون ابراهیمه هو سم المسلمین من قبل نام اسلام و او گذاشته اسلام به من شریعت خاص یعنی تسلیم خدا بودن آنچه که ماحسل و به صدا اصاره پیام دینداری تو قرآن میگه تسلیم حقیقت بودنه منیت نداشتنه اگر چنین باشه خب بحثی نیست اختلافی نیست حالا پپ تا چقدر این مورد نظرش بوده من نمیدونم یا اون که منتسب <تصفح> به اونه ولی دیدگاه اسلام هم تو که سوال کردین تسلیم حقیقت <تصفح> بودنه خیلی متشکرم آقاندس خب در قسمت بعدی من میخونم دوباره کلیسا در گذشته در مورد برخی مسائل اخلاقی به شکل نادرستی برخورد میکرد اما امروز به نقش خود به عنوان قاضی پایان داده و آغوش خود را به روی تمام گروه های مختلف از جمله همسینسگرایان، لیبرالیست ها، محافظ کاران، ها و طرفداران سخت جنین گشوده و از آنان میخواهد به آنان بپیوندند زیرا همگی خداوند را دوست داریم و همگی یک خدای واحد را میپرستیم خب سالی که اینجا آقای مهندس مطرحه اولا این چجوری عملیه دو اینکه باورهای حالا اشاره به کمونیست و همجنسگرایان گرایان هست باورهای اینها به با عنوان مثال چه, تنا... چه همگنی با باورهای به سلام مسیحیت داره بله خب این اگه واقعا پپ این حرف رو زده باشه جالبه که در واقع یک کارت دعوتیه برای همه جدیدم نیست خب کلیسا این همه برنامه های انترتیتمنت میذارن دعوت میکنن موسیقی و جوان ها با هم بیان دور هم باشن چی بیشتر بتونن توی اون مجامع بیان حالا میگن که خب ما آغوش خودمون رو باز کردیم روی کمونیستا، لیبرالیستا، همجنسگرایان، بیدین ها خب بله از یه طرف از اول هم همینطور بوده ولی این یه طرف قضیه است اون طرف آیا حاضرن بیان مشکلشون اینه که درای در کلیسا بسته بوده که اونا رو راه نمیدادن همیشه راه میدادن خب یه سختگیری های همیشه خب بوده ولی همیشه بحث اینه که خب اون تعریفی که شما دارید میدین از خدا یا جهان اون به ایدئولوژی که عرضه میکنید برای کمونیست ها و دیگران قابل قبول نیست که نیامدن خب این خوبه که لاقل در واقع یه دعوتی شده ولی باید دید در نظر عملی چگونه است چه مشکلی تا حالا بوده که اونا نخوان بیان ولی حداقل اینه که به حال این خوشبینی رو نشون میده آیا قرآن هم چند جا هست یه جا پیامبر میگه که احد من المشرکین از که اگه اینا که اعتقاد ندارن بود پرست و اینا هستن از تو پناه خواستن ببر خونتون ببر خونه و عجر و پناهش بده حتی یسمع کلام الله کلام خدا رو بشنوه بعد میگه سمع ابلغ و معمنه بعد برو به یه جای امنی برسونش امن دست کی؟ به پیامبر میگه برو یه جای امنی برسون از طرف مشتکان که در خطر نبوده از طرف خود مسلمان ها در خطر بوده به پیامبر میگه برو یه جای امنی برسون بعد میگه اینا چون نمیدونن خبر ندارن بذار بشنون بنابراین اصولا دین باید آغوشش باز باشه باید بشنوه تا اونجا که میتونه هیچ نوع محدودیتی نباید باشه جای دیگه هم باز به پیامبر میگه امهل هم مهلت بده به اینا که انکار ندارن چه مهلتی رو از باب اراده است یعنی مثل اینکه جنگ دو اراده است به قول مولوی میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زونکوتر؟ <applause> یعنی دو تا نبرده اون عاشق دنیا و سرگرمی ها اون چی که دارن تو عاشق خدا و معنویت اخلاقی یعنی دو تا خواسته دو تا اراده در مساف همه میگه تو روبایدا یعنی در واقع تغییر اراده دیگری با لطای فرحیر یعنی تو باید اونو عاشق بکنی عاشق این ارزش ها تو باید خدا رو نشون بدی که او به این چیز عاشق بشه اخلاق و معنویت تو باید نشون بدی و عاشق بشه همینطوری که دست بر نمیداره پس کلیسا مسجد هر مرکز دینی چاره ای نداره جز این که مردم عاشق بکنه با. یعنی کالایی عرضه بکنه که مردم خریدارش باشن اگه نکنه که خب نمیشه حالا چه مسجد ما چه کلیسای مسیحی ها اینا جز این که بتونن با حسن خدمتشون به مردم بتونن آراج و بکنن چاره ندارن ترکیه علت این که مسلمان ها موفق شدن در اون دورانی که ارتش حکومت میکرد دوران سخت اقتصاد ترکیه هم بسیار بد بود اون احزاب اسلامی تونستن خیلی کمک بکنن به مردم از نظر مشکلات اقتصادی که داشتن به گونه‌ای که انقدر محبوبیت پیدا کردن اول در انتخابات شهرداریا برنده شدن در ازمیر در آنکارا در استانبول بعد یواش یواش رفتن بالا رفتن بالا از نظر به محبوبیت ملی تونستن اوائل مثلا حالا با اطلاف دیگران برن بالا حالا خب دیگه به قدرت هم رسیدن منظور اینه که راه درست هم میشه اینه که بتونی نکه. کالای عرضه بکنی با. که خریدار داشته باشه ممنون اجازه بدین نکته دیگری رو که انتصاب به پاپس بخونیم اش در تاعت با هست وقت آن رسیده است که تعصب را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که حقیقت دین قابلیت تغییر و پیشرفت دارد به طوری که حتی بیدینان و کافران نیز با دیدن محبت الهی وجود خدا را به رسمیت بشناسند و بعد از آن روح خود را خالص کنند خب شاید البته توضیح بیشتری داده نشده میخوام ببینیم آنچه که اینجا گفته شده قابلیت تغییر و پیشرفت دین چی هست شاید یه تعبیر خاصی هست اینجا وجود داره و چطور است که بیدینان و کافران میتونن خدا رو به رسمیت بشناسن یعنی اونها عملاً بر باور دیگری هستن بی خدایی هستن و عملا میخوام ببینیم تاریخ مه. به اصطلاح نشانه ای داره که این کار انجام شده باشه مثلا گروهی بودن کافر بودن یا به اصطلاح خد... خدا را قبول نداشتن ولی یعنی نمیشه شما بگی خدا را قبول ندارم بعد در زمین بگی خدا را به رسمیت بشناسن این بله. یه تراغ... یعنی این دوتا با هم ج... جمع نمیشه عملا حالا نکته مهمتر این که ایشون میگه که در واقع دین قابلیت تغییر داره خب دین چیش تغییر مثلا بکنه اگه بگه مثلا تا حالا گفتیم خدا حالا خدا نیست مثلا آخرتی نیست بالاخره دین یک اصل و اساسی داره اون چی که به نظر من مهمه برداشت انسان هاست به یک اصول ثابت اگه قرارشون اصول ثابت هم دست خوش تغییر بشه که خب دیگه چیزی نمیمونه اگه یک حقیقتی تو جهان وجود داره جهان یا آفریدگاری وجود داره و نظاماتی هست که اون که تغییر نمیکنه تغییری که میکنه انسانه که چون داره رشد میکنه قاعدتا قرائتش برداشتش تصورش تلقیش از دین میتونه فرق بکنه یعنی در واقع تغییر از دین این برمیگردیم تغییر خود ما با نگاه جدیدتر خیلی هم مسئله پیچیده نیست ما فرض کنید همه جای دنیا هر کسی میخواست دینش رو تغییر بده میکشتن دیگه مگه تو اروپا غیر از این بود که حالا تعبولاتی که در دین مسیحیت به وجود آمد شعب متعدد کشدارهای گسترده اصلا یه برای چی به امریکا مهاجرت کردن یعنی تحمل نمیکردند در تاریخ اسلام هم همینطور در همه ادیان همینطور نه تنها ادیان حزب کمونیست شوروی وقتی به قدرت رسیدن 90 درصد اعضای دفتر سیاسی مغز متفکراش همه اعدام شدن تمام پایگزاران صد تا صد تا اینا رو میبردن تو دادگاه ها خب در واقع حالا نه ممان ارتداد ممان رویزیونیست مثلا تجدید نظر طلب بشر در طول تاریخش مطلقا نمیتونسته که یک کسی بیاد پشت بکنه به اون آین به اون دین چل ساله حد اکثر صد ساله تو دنیا صد سالم نیست ما به حقوق بشر رسیدیم به تساهل و تسامح اینه که ما قبول بکنیم که یک کسی دیگه جور دیگه ای فکر میکنه اینطوری که من دینداری داری میکنم الزامن نیست که اونم باید از همین زاویه ببینه پس انسان ها تغییر کردن همین مسیحیانی که امروز در اروپا و امریکا تو هر خیابونی آدم میبینه یه کلیسا هست کلیسا خیابون دیگه فرق میکنه نمیدونم چند تا شد نو کلیسا هست که اینا همه با هم متفاوتن اینا رو تحمل میکردن کلیسا که عوض نشده انجیل که عوض نشده مسیح که عوض نشده پس اون دین مسیحیت عوض نشده ولی آدما عوض شدن آدما امروز از همون انجیل چیز دیگه ای رو میفهمیدن می که انسان های صد سال پیش نمیفهمیدن اون موقع صد در صد دادگاه های تفتیش عقاید رو به خودشون حق میدادن زنده زنده سوزاندن کسانی که به گونه دیگه ای نسبت به ارباب کلیسا فکر میکردن کاملا شرعی میدونستن و اینی که اگر کشف کردن که یک کسی که 50 سال 100 سال از دنیا رفته زمان حیاتش واقعا اعتقاد نداشته نبش قبل میکردن استخانه رو میسوزندن و عین کار دینی خدایی میدونستن این کار رو ولی انسان عوض شدن تو کتاب فقهی چه شیعه چه سنی همچنان معتقدن هر کسی دینش رو عوض بکنه ها. یا هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتده و مرتد باید کشته بشه چنین چیزی مطلقا تو قرآن نیستش ولی این رو امر بدیهی میدونستن اشکال اینه که علمای به صلاح متولی ما که فتوا میدن هنوز تو قرون وسطا دارن زندگی میکنن اونا این تحول پیدا نکردن دیدگاه های دوران قاجا رو دارن انتقال میدن چیزی که نه در سنت پیامبر بوده و نه در قرآن که برعکسش هم هست که میگه کاری نداشته باشید. پس در واقع انسان ها تحول پیدا میکنن حالا این گفته پاپ رو با این زاویه اگر ببینیم که دین تغییر میکنه منظور اینه که دینی که ما داریم میفهمیم نمیتونیم با دین هزار سال 700 سال 800 سال پیش بگیم سید مرتزا اینو گفته نمیدونم شیخ توسی اینو گفته نمیدونم شهید سانی شهید اول خدا پدرشون رو مرزه رحمتشون بکنه همه در زمان خودشون تاپ هم بودن ولی دلیل نیست که افکار اونا هزار سال بخواد سایه بندازه برای انسانهای هزار سال بعد هر زمان باید نگاه جدید به اون داشته اینی که من با این صلاح سخنش از این جهت موافقم که در واقع دید نو به دین باید داشت متناسب با مقتضیات زمانه و به خصوص احکام هیچ جای قرآن هم که این احکام ابدیه. فرض کنید تو قرآن یه نصف صفحه راجع به احکام جنگ نماز جنگ میگه چگونه پیامبر به مثلا ایست 50 درصد به او اقتدا بکنن پنجاه درصد اینا رو حلقه بزنن محافظت بکنن شمشیراشونو داشته باشن کلا خودشون داشته باشن او اونا وقتی رفتن پیامبر به سجده اینا بلند شن هیچ مسلمانی جای دنیا اینجوری عمل نمیکنه نشون میده که جنگ های اون دوره که مقابل هم قرار داشتن نماز اگه میخواستن بخونن چون اونا میتونستن تیرباران کنن اینا رو روحش رو باید فهمید. بنابراین بسیاری از احکام میتونه شکلش عوض بشه روح مطلب را پیامش رو در واقع بگیریم و حفظ بکنیم ممنون آقای مهندس اتاقا مطلب دیگری رو که در این نوتا هست این است که گفته شده با وجود که انجیل کتاب زیبایی است اما در آن کلمات و عباراتی وجود دارد که همگان را به تعصب و محاکمه دعوت می کند. در حالی که زمان آن رسیده است تا این بخش ها مورد بازبینی قرار گیرند همون که شما اشاره کردید خب پس سوال و واز اینجا مطرح میشه که اگر این باور هست که انجیل از جانب خدا هست و ثابته چطور میشه درش تغییر ایجاد کرد نسل های چجوری میتونن بازبین مورد بازبینی قرارش بدن و این مسئله در مورد خود قرآن هم وجود داره دیگه شما فکر میکنم در این مورد اشاره کردید بله توی یکی از برنامه های نرز کردم ببینید خب مثلا فرض کنید انجیل در 2015 سال از تولد حضرت عیسی مسیح میذاره خب این سخنان رو در یه جامعه 20 قرن پیش با زندگی ها و مقتضیات اجتماعی اونجا گفته مثال ها مثال های کاملا با فرض کنید مشاغل اون موقع ارتباط داشته دریا میرفتن با قایق رانا صحبت میکردن با پاک جامگان نمیدونم کنار ساحل ها و اصلا اون مقتضیات اون زندگی اصلا نیست در روزگار ما تمام مثال هایی که تو انجیل و خصوص انجیل متا اومده نسائی که سر کوه مثلا ایسا با مردم میکردن از کشاورزی مثال میزنن از ماهیگیری خب اصلا ما با کشاورزی کاری نداریم با ماهیگیری کار نداریم مهم اینه که آدم پیام ها رو بگیره به ظاهر و به قالب نچسبه حالا قرآن هم همینطور حالا قرآن جدیدتر 600 سال بعدن آمده طبیعتا یه مقداری به ما نزدیکتره ولی اون چه که هست قرآن هم توی شرایطی آمده وقتی میگه کافر توی که برنامه عرض کردن وقتی میگه مشرک وقتی میگه مؤمن میگه منافق کیا بودن 1400 سال پیش اینا کیا بودن چه موازه ای داشتن ما امروز وقتی قرآن های ترجمه رو میخونیم کافر میمیسه بیدین خب فکر میکنیم که اینا که گفته که بجنگین پس ما باید به با هر کسی بجنگیم دیگه در حالی که اون موقع مسلمان ها زمان پیامبر جنگی با کسی نداشتن در این دورانی که این آیات نازل شده توی یکی برنامه ها عرض کردم که این جامعه قرن ها بت میپرستیدن حالا یه پیامبری آمده میگه این بت ها باطل خودتون ساختین سنگ چوب خدای یکتایی هست و خب شروع کردن یارانی رو که جمع شده بوده کشتن شکنجه دادن اعدام کردن پیامبر هم اینا رو به هبشه فرستاده خودشون هم سال سیزده هم مکه رو شبانه فرار کردن اجرت کردن اینا که با کسی جنگ نداشتن اینا خواستن آزادی دین باشه کافران کیا بودن؟ کافران کسانی که میکشن اینا رو به خاطر عقیدهشون که گفتن خدا یکتاست الذین کفروا و یسدون عن سبیل الله مانع شدن نمیذارن آزادی عقیده باشه خب این موقع مسلمان 1400 سال پیش از کافر اینو میفهمیدن ولی امروز ما وقتی که قرآن میخونیم ترجمه فارسی یا فرض کنیم ترجمه انگلیسیش فکر میکنیم هر کسی بیدینه اعتقاد نداره اصلا مناسبات عوض شده اینکه که پوپ هم میگه که ما تغییر ایجاد بکنیم یعنی دیدمون عوض بکنیم که این سخنانی که گفته شده تو کانتکست خودش تو شرایط زمانی و مکانی خودش ببینیم که اینا کیا بودن وگه از توش داعش در میاد داعش گردن میزنه داعش کیا رو داره میکشه از خود مسلمان ها دارن میکشن جنگ شی و سنیه اصلا دیگه اون دوران بود پرستی دیگه نیست اینا به بحانه که میخوان به قدرت برسن دارن استفاده میکنن از این آیات گردن میزنن و با کیا میچنگن، با مسیحیای های فرس رو بیرون کردن یا ایزدی رو آواره کردن دعوای قدرت دیگه به یه جایی هم میخوان خودشون رو منتصب بکنن, منتصب بکنن. اون چی که پوپ هم مطرح میکنه در واقع همینه که ما نمیتونیم با یک عینک 1400 سال, سال پیش یا 2000 سال پیش فهم بکنیم این انجیل رو بهم. پیامش رو باید بگیریم این به نظر من سخن نوعیه که کاملا صدق میکنه توی یکی دیگه از برنامه ها من مثال ارز کردم که تو همین 100 سال پیش من یه مطالعه دیدم که رجب اعدام حکم اعدام در امریکا که در بسیار از کشورها البته ملغا شده تو خود امریکا اول می و دار می بعدها سندلی الکتریک آمد بعد هی پله پله عوض شده حالا مثلا با یک تزریق مواد خاصی که طرف احساسم نکنه خب بشر چون داره تغییر میکنه حالا اگه کسی برای یه نفر رو آتیش بزنه همه اینو یه کار خشن و وحشیانه میدونستن در حال که همین تا 50 سال پیش هم تو امریکا این کار میکردن و افکار عمومی مردم اون موقع کاملا میپذیروف این رو حالا برگشت داعش به گردن زدن نشون میده که چقدر عقبا اینا به تناسب زمان نمیتونن جلو بیان خیلی متشکر آقای مهندس در ارتباط با آقای پاپ در مورد داستان آدم و حوام اشاره شده این نوت هایی که وابسته به ایشون هست و میخوام ببینیم و گفتن این حالت استورهی ای داره میخوام ببینیم منظورش اینه که آیا این نمادینه و واقعیت نداره و چون در قرآن هم ذکر شده داستان آدم ها میخوام ببینیم اونجا به چه صورت هست شاید این قسمت دومش شاید مورد توجه بیشتر بینندگانه اون باشه بله بنده تو هم اوائل صحبت هم عرض کردم که قرآن بخشیش خیلی صاف و ساده و روشن خودش میگه که بعضیش هم به زبان متشابهات متافوره در واقع هم راجع به ای که نیومده هم گذشته ای که ازش خبر ندارین و اراده و مشیت خدا از جمله آفرینش انسانه داستان در واقع آدمی که در قرآن اومده یا در کتابای دیگه تو سفر پیدایشه صلاح بایبل هم هست اینا به زبان در واقع همین متافوره تمثیلی داره بیان میکنه در قرآن تو سه تا سوره سوره بقره سوره اعراف و سوره تاهاست که تو ده تا آیه حدودن اینا مطرح شده پنجاه بار زمیر تصنیه به کار رفته هر دو اصلا هوا تو قرآن نیست در واقع آدم هم که میگه فارغ از جنسیته چون همه جا میگه هر دو نشون میده انسان با زوجش چه زن چه مرد پنجاه بار گفته هر دو خدا به هر دو گفت که همه جا برید فقط این یه کار نکنید یعنی اولین تجربه سلف کنترل انسانه که چطور میتونه خودشو در برابر مثلا شهر حفظ کنه شیطان هر دو رو فریب داد هر دو خوردن هر دو پشیمون شدن پنجاه بار این کلمه هر دو هر دو هر دو کسانی هم چیزی اگه دو نفر بوده باشن نمیشه که دو تا انسان تمام تجربیاتشون تمام تصمیم های قلبیشون با هم پیش رفته باشه که میشه استنباط کرد که چه بسا خدا داره انسان میگه با دو جلوه با دو در واقع جنسیت در واقع داستان قرآن هم فراتاریخیه فرازمانیه اینی که میگه که فرشتگان به آدم سجده کردن چه سجده ای؟ سجده انسانی که به صلاحی پیشانی داره که سجده میکنه معنای سجده چیه؟ سجده رو برای که ما بفهمیم میگن سجده یک نوع ابراز به صلاح فروتنیه یعنی نیروهای جهان به صورت تکوینی به صورت بلقبه در خدمت رشد و کمال انسان در آمدن یعنی اراده خدا بر این بود که انسان بتونه تسخیر بکنه طبیعت رو و نیروهای طبیعت رو در خدمت بگیره میگه همه قابلیت این رو پیدا کردن جز ابلیس که نماد تکبر خودخواهی و منیت بود یعنی اون چیزی که ما رو رشد میده همه نیروهای مثبت جهانن منهای اون نیروی منفی و اصلا این سجده هم ما هنوز در جریانشیم تحقق کامل پیدا نکرده و یعنی کدوم انسان بر حسب اون چیزی قرآن میگه که انسان بر همه اسماء آگاهی پیدا کرد هنوز که ما تو مدرسه کلاس دوم سومیم چون خدا خالق زمانه فرازمانی داره این به سناریو رو برای ما مطرح میکنه ولی ما در متن زمان قرار داریم قرآن هم اصلا نمیگه که آدم اولین بودش قرآن میگه خداوند آدم رو از بین آدمیان برگزید ان الله استفا و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران خداوند نوح آدم رو مثل نوح مثل ابراهیم مثل انبیا دیگه برگزیده علی آلمین پس یه موجوداتی بودند یه کسانی بودند آدم اولین کسی بود که اولین تجربه استقلال اندیشه خودش رو از عالم حیوانیت جدا کرد یعنی یه سر سوزنی اراده پیدا کرد که بتونه با خواست خودش همه حیوانات در سلطه قرائز طبیعیشون هستن جنها بر اونها فرمان میدن در سلسله تکامل رشد موجودات زنده آدم یک به اصطلاح جهش یک در واقع اصطلاح متاسیون بود که یه پله آمد بالاتر که حالا اون داستانش مفصله و ما وقتی هم نداریم که حالا اینو بیشتر رو باید. در پایان آقای بازرگان اشاره هم بکنیم مورد توجه خانم های بیننده هست که پاپ اشاره کرده که به اصطلاح زمان خو... امیدوار است که زمانی پاپ از بین زنان انتخاب بشه و با سوال در ارتباط با خودمون این است که همیشه بوده آیا پیش زن میتونیم داشته باشیم رهبر یا ولایت فقیه یا رهبر دینی که زن باشه میتونیم داشته باشیم و از این نوع سال همیشه مطرح و بیشتر از این چرا پیامبر زن نیامده؟ بله. خب اینم باز از اون مقوله بحثه است که دیدمونو اگه ما خودمون رو ثابت بگیریم و حقایق ثابت میمونیم تو این جز این که بگیم انسان داره رشد نکنه هیچ پیامبری زن نبوده برای اینکه زنها در دوران وردسالاری بودن در گذشته تاریخ و پیامبران هم مقاومت داشتن مبارزه داشتن جنگ داشتن و زن رو نقشی براش قائل نبودن که بتونه بیاد این چیزو ایفا بکنه تو تو قرآن بارها هست که میگفتن زنها در ناز و نعمت پرورش پیدا کردن اون قدرت به صلاح بحث و جدل و اینها رو ندارن چون بشر در دوران مرد سالاری بوده زنها دست پایین رو داشتن چون قدرت فیزیکی قدرت بدن حرف اول رو میزده طبیعتا زن نمی سر رشد بکنه ولی الان روزگار عوض داره میشه دانشگاه های ما که یه موقع 5 6 درصد در 15 درصد قبل از انقلاب شاید 20 22 درصد بودن الان 63 درصد ورودی دانشگاه ها تو ایران خانم ها هستن مشاغل حتی قضاوت و یار ارقام خیلی بالایی جدیم باور نمیکردم حتی تو جمهوری اسلامی اینقدر دستگاه قضای ما دادگستری خانم ها اونطور نقش پیدا کرده باشن تو امریکا اصلا مسئول جنگ امریکا علیه عراقی خانوم بود یعنی فرمانده جنگ یعنی ریاست کل به سر قوای امریکا یه خانم بود یا الان خانم مرکل تو آلمان یا تو امریکا ممکنه که هم خانم کلینتون در دوره اخیر رئیس جمهور بشه یعنی دنیا عوض شده آمریکای جنوبی دیگه... آمریکای جنوبی برزیل داریم خانم اصلا بله حالا بله. بله مسئله اینه چون انسان داره حرکت میکنه نیروی بازو اهمیتش رو دیگه از دست داده قدرت مرد که یعنی دنیا وقتی شکلش عوض شده اندیشه و فکر و لیاقت ها میاد واقعیت ها به پذیرش این که پس میتونه یه خانم رئیس جمهور بشه خب حالا که میتونه رئیس جمهور بشه اگه شایستگیش رو داشته باشه حالا اگه از نظر دینی از نظر اعتقادات صالحتر سالمتر با تقواتار باشه چرا پیش نماز نشه چرا رهبر دینی نشه کجای قرآن گفته که نمیتونه بشه حالا پاپ میگه میتونه چیز بشه یا پاپ زن باشه ما نظر اسلامی کجا قرآن که تجلیل زیادی از ملکه سبا کرده با این که با اینکه اونم اعتقاد پس میتونه یه لیاقت پیدا بکنه حالا مسلما در جوامع اسلامی چنین آمادگی نیست نیست برای که اون زمینه هاش به وجود نیامده ولی وقتی که این سیرش ای رو بکشیم الان تو امریکا هم یه خانومی خانوم چیه اه... که پیش نماز یکی از مساجرش رو چه اکس رو بل. یه از این سرنتگیر ها بله شرق امریکا بود بله شرق امریکا خب ایشون پیش نماز شده ولی خب خانوم ها مثلا فعلا جورت کردن اونجا برن من میبینم در یه آینده نزدیک که بشریت به جای میره که اون زور بازو قدرت های فیزیکی میره کنار روح انسان و قلبش و درک و دانشش درک و دانش دیگه جنسیت نمیشناسه چه مرد باشه چه زن باشه این محدودیت ها وقتی کنار بره انسان دیگه مطره وقتی انسان مطرح باشه هر جنسیتی میتونه باشه اگر با اون به صلاح به صلاح زواهر و رعایت اون اصول باشه به نظر من, که هیچ مانعی نمیبینم که چه پیش نماز چه به رهبر دینی یه جامعه اسلامی هم. یا خانم باشه خیلی متشکرم آقای وازگان ممنون این صحبتهایی رو که در دو جلسه انتصابی بود به پاپ فرانسیس هرچند که تایید یا تایید تع... تع... یا به صلاح تکذیب نشده ولی نکاتی داشت که فکر میکنم مطلب خوبی رو شما تونستید در اون ارتباط خدمت بینندان عزیز عرضه کنید ممنون هستیم از, از شما متشاکرم. و تشکر میکنیم از همه شما که به برنامه ما توجه کردید امیدواریم که در نوبت دیگر شما رو باز دیداری با شما داشته باشیم با امید دیدار در فرصت آینده با موضوع تایتل مشخص و جدیدی انشالله. خدا نگهدار